فیلم سینمایی فیس آف محصول 1997 به کارگردانی جان وو چینی تبار، داستان دو شخصیت از دو دنیای متفاوت نیکی و پلیدی رو به تصویر میکشه که از بخت بد روزگار چهره اونها با یکدیگر عوض میشه. من فرید خلیفی هستم در این دانستنی های جهان ما از کیهان لندن با جانداری جالب آشنا خواهیم شد که میتونه به نوعی فیس آف حشرات باشه. با تعداد قابل توجه مورچه ها که تقریباً با قطع قطع کردن هر چیزی اعم از جانوران و گیاهان تغذیه می کنند، عجیب نیست که خود نیز منبع غذایی خوبی برای دیگر جانوران باشند. جانوری که هم قد و قواره خودشان است، اما نه در نبرد رو در رو، بلکه با حیله‌گری و مهندسی سازه مورچه ها را شکار و از آنها تغذیه می کند. رد پای این جاندار حیله‌گر را می توان در مناطق گرمی یافت که دارای زمینی خشک با خاک نسبتاً نرم هستند. در این منطقه هیچ تابلویی مبنی بر هشدار خطر سقوط به چشم نمی خورد و در عوض عده‌ای کار و زندگی خود را گذاشتند تا با کندن زمین گودال حفر کنند. گودال‌های شبیه به هرمی که نوک آن در پایین ترین بخش حفره است. کارگرانی که نه از سر خیرخواهی بلکه با هدف ساخت تله به این کار دست می‌زنند، این کار طاقت فرسا را با انگیزه لقمه غذایی لذیذ آنقدر ادامه می‌دهند تا برای گرفتار کردن طعمه کافی باشد. طعمه‌های خسته که تمام روز را بدون وقفه کار کردند، ممکن است بی آن که متوجه شوند مسیر خود را به درون گودال‌ها گم کرده و خسته تر از آن باشند که بتوانند آنجا را ترک کنند. اگرچه در مرکز گودال هیچ جانوری دیده نمی شود، ولی مالک خانه دقیقاً در همانجا به انتظار شکار نشسته است. شکاری که با پای خود به قتلگاه می آید و در لحظه‌ای برای همیشه کارش تمام می شود. این قاتل مورچه ها با آرواره های انبور مانند انت لایون یا شیر مور نام دارد. تا کنون 2000 گونه از این حشره در سراسر زمین شناسایی شده و اغلب آنها از این روش برای تهیه غذا استفاده می کند. شیر مور قاتل جانوری بسیار صبور است، زیرا متابولیسم کندی داشته و می تواند تا مدت طولانی حتی چند ماه بدون غذا زنده بماند. هنگامی که حشره کوچکی مانند مورچه گذرش به تله او میافتد، به سختی خواهد توانست از مهلک بگریزد. البته این تمام ماجرا نیست و شیر مور که متوجه حضور غذای خوشمزه در خانه شده، دست به کار می شود و بارانی از شن را بر سر مورچه بینوا فرود می آورد تا فرار را هرچه بیشتر برایش سخت کند. او ترجیح می دهد به جای آن که به دنبال غذایش بدود، آن را به سمت خود هدایت کرده و در لحظه نهایی او را در میان آرواره هایش گرفته و از شیره جانش تغذیه کند. شیرمورها پس از آنکه از تخمهای خود متولد شده و به شکل کنونی خود در می آیند، همواره انتظار تغییر شگفت‌آوری در زندگی را می کشند. تغییری که بستگی به میزان تغذیه آنها دارد. هرچقدر بیشتر غذا بخورند، سریعتر به سمت بزرگترین تغییر زندگی خود پیش خواهند رفت. یک یا حتی 3 سال ممکن است زمان ببرد تا یک شیرمور به دگردیسی برسد. این قاتلان مکار و کوچک در واقع در مرحله لارو از زندگی خود قرار دارند و زمانی که آنقدر غذا بخورند تا به بزرگترین اندازه خود برسند، وارد مرحله شفیره خواهند شد تا بالاخره بالغ شوند. پس از مدتی جانور بالغ از درون پیله خود خارج می شود. چهرهش تفاوتی بسیار عجیب با آن قاتل خطرناک دارد. او که عمری را با حفر گودال و کندن زمین و راه رفتن سپری کرده، حالا به جانوری تبدیل شده که توانایی پرواز دارد.
بالهای طولی و بلندی که رگبالها در میانشان دیده می شوند، او را از حشره‌ای خزنده به پرنده‌ای چابک تبدیل کردند. بالتوری‌ها شباهت زیادی به سنجاقک دارند. شاخک‌های بلند، بالهای کشیده، پاهای دراز و چشم‌های بزرگ که برای تحت نظر گرفتن محیط کارایی خوبی دارند، از ویژگی‌های ظاهری بالتوری‌هاست. اما اگر فکر کرده اید که با تغییر چهره عادت شکار شیرمور قاتل هم دیگر از سر این جانور افتاده، کاملاً در اشتباهید. شیرمورهای قاتل که حالا به پرنده‌های بزرگ تبدیل شده‌اند، علاوه بر آنکه مورچه‌ها را همچنان شکار می‌کنند، حالا دیگر حشرات دیگری چون شپشک‌ها، شته‌ها و کنه‌ها را هم به سبد غذایی خود افزودند. حشراتی که می‌توانند برای محصولات کشاورزی آفت باشند، ولی شیرمورهای تغییر یافته ما را از شر آنها راحت می‌کنند.